با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید در این برنامه. کسر 21 میلیارد افغانی در بودجه توسعه‌ای، کاهش کمک های جهانی و درماندگی در کار مبارزه با فساد اداری. در بودجه انکشافی ما از آغاز سال ما 21 میلیارد افغانی کسر به وجود داشتیم. بیل کلینتون ساعات پیش از حملات 11 سپتامبر میگوید میتوانسته اسامه بن لادن را بکشد. سلام، وقت شما بخیر. وزارت مالیه به تازگی از کسر 21 میلیارد افغانی در بودجه توسعه خبر داده است. تنش در روابط کابل واشنگتن، ناتوانی در مبارزه با فساد اداری و بنبست انتخابات ریاست جمهوری از دلایل اصلی کاهش کمک‌های آمریکا به افغانستان گفته می‌شود. حدود 75% بودجه افغانستان از کمک‌های جهانی تامین می‌گردد و بخش عمده بودجه کشور از عواید گمرکات تامین می‌شود. اما با گزارش بازرس ویژه آمریکا، فساد اداری عواید گمرکی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال به تازگی سیگار یا اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش گفته که بودجه‌ای که آمریکا به افغانستان کمک کرده حدود 104 میلیارد دلار است که بیش از بودجه طرح مارشال برای بازسازی کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم است. اما چرا کسر بودجه افغانستان افزایش یافته و این کسری چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت؟ سیار قریشی رئیس غزنفر بانک و نظیر کبیری مشاور وزیر مالیه افغانستان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای کبیری، به چه دلیل کسر بودجه افغانستان افزایش پیدا کرده امسال؟ سلام خدمت شما مهمان گرامی و بیننده محترم تلویزیون. کسر بودجه با آن قسمی که ارائه میشه جدی نیست. یک مقدار اقدامات را ما از ماه قبل روی دست گرفته بودیم که بتانیم این کسر را جبران کنیم، اما دلایل وجود داره به خاطر کسر بودجه که طبیعتاً بعض ملاحظات سیاسی هم میتونه اینجا دخیل باشه. همه در جریان هستند افغانستان داره به طرف گذار از روند انتخابات و پروسه انتقال حرکت میکنه. طبیعتاً بالای فعالیت اقتصادی که عواید مناشی از او میشه و عواید مناشی از سرمایه گذاری ها میشه و سرمایه گذاری ها متاسفانه که تا جای آسیب دیده و یک پدیده طبیعی است در اکثر کشورها در زمان انتخابات و در زمانی که نگرانی های سیاسی وجود می داشته باشه که در افغانستان طبیعتاً این نگرانی ها هم میتونه سیاسی، اقتصادی و امنیتی و حتی ارتباط با پیمان استراتژیک هم داشته باشه. اینا دست به دست هم داده در کل یک مقدار بالای فعالیت اقتصادی تاثیر کردن که این فعالیت ها طبیعتاً بالای سرمایه گذاری ها و سرمایه گذاری ها بالای جمع‌آوری عواید که این روند طبیعی است. در اکثر کشورها زمانی که پروسه انتقال در جریان می باشه این رقم مشکلات اقتصادی با گای به بار می آید. اما آنچه که ما اقدام کردیم از ماه قبل این موضوع را ما در نظر داشتیم، یک بودجه که الحمدلله فعلا بالاتر از 7.5 میلیارد دلار است. تمویل از منابع داخلی و همچنان از منابع خارجی کار ساده نیست. اقدامات ما روی دست گرفتیم مصارف که بیشتری بودجه متکی به همون کمک‌های خارجی. طبیعتاً این متکی است و کمک‌های خارجی هم متکی به انتخابات شفاف و سالم که پروسه را به هر حالتش ما باید تایید بکنیم و بعد از او منتظر باشیم. میگین آقای کبیری که ملاحظات سیاسی در بحث حالا کسر بودجه افغانستان وجود داشته، میشه روشن‌تر بگوین که منظور شما چی است؟ دو ملاحظه سیاسی با وضاحت میتونه که روی از فعالیت اقتصادی در کل که بالاخره بالای فعالیت اقتصادی تاثیر کرده و فعالیت اقتصادی بالای عواید و عواید به ترتیب بالای بودجه عبارت از پروسه انتقال است. انتقال سیاسی که از سال گذشته آغاز شد به انتقال نظامی که شما شاهدش هستین. نظامی های کشورهای کشورهای دوست اینجا تشریف داشتن، مصارف بسیار رنگفت در قسمت فعالیت های خود اینجا داشتن که ضریب اقتصادی بالای اقتصاد افغانستان داشت. در پالویش پیمان استراتژیک یک مقدار خبرساز شد، ملاحظات وجود داشت، ملت افغانستان شاهد هستند و امضا نشدن از این باعث یک مقدار نگرانی ها شد. نگرانی ها طبیعتاً سطح سرمایه‌گذاری را کاهش داد. در پالویش روند انتخابات تاثیر بالای فعالیت اقتصادی در کل داشته و این تاثیر طبیعتاً که قسمی که بیشترش را کردن بالای فعالیت اقتصادی در کل و تاثیرات روانی بالای مارکت داشته که مطمئن هستم که بعد از گذر از این روند اقتصاد دوباره به طرف شگفایی بره و ما بتانیم دوباره امو بودجه را که سالانه یک حالت افزایشی داشته به مو شکلش حفظ کنیم و مصارف خود به تا جای از عواید داخلی و متباقیش به می شکل تا سالهای بعدی از کمک های خارجی تمویل کنیم. ولی اون نکته اساسی را که جامعه جهانی میگه در سخنان شما نبود که بحث ناکامی افغانستان در فساد اداری. خب به این مسئله برمیگردیم. آقای قریشی، واقعا خیلی جدی نیست این کسر 21 میلیارد
افغانی در بودجه توسعه افغانستان و واقعا ملاحظات سیاسی وجود دارد در این باب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. سلام خدمت شما. مهمان گرامی، بینندگان تلویزیون طلوع نیوز و همکاران تکنیکی شما. خب اگر این مسئله را من از لحاظ کارشناس اقتصادی و همچنان از بخش سکتور مالی این را من تحلیل کنم، برمیگذاریم از انتقاداتی که همیشه بالای حکومت میشه، ولی از لحاظ زیربناهای اقتصادی بیکی را تحلیل کنیم. اولی که قسمی که دوست ما اشاره کرد، وقتی که یک مملکتی که از حالت که در حالت انتقال قدرت می باشه و همچنان نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن، به یک مشکلات مواجه میشه، ولی به صورت عموم اقتصادهای دنیا را که دیدیم، اونا همیشه یک کانتینجنسی پلان یا پلان بی یا پلان بعدی را می داشته باشند. ولی متاسفانه در اقتصاد افغانستان ما دیدیم که چنین اقدامات صورت نگرفت از ابتدا. ببینید، یک اقتصاد یک مملکت بالای چند چیز استوار می باشه. اقتصادهای تمام دنیا را که دیدیم رشد کردن یا از قبیل منابع طبیعیشان بوده، یا از قبیل تولیداتشان، یا از قبیل صنعت از اونا بوده، که ما مثالهایش دیدیم. فرض مثال سنگاپور یا مالزیا یا ژاپن، همین ممالک ما دیدیم. در پولیزی یعنی افغانستان بسیار یک گزینه بسیار خوب داشت که شما رقم را هم اشاره کردین که در حدود 104 بیلیون دلار داخل افغانستان آمد، که بیشتری نیم مصارف از در قسمت اردوی ملی به مصرف رسید. ما میخوایم اشاره کنم یکی از مشکلات های بزرگ اقتصادی افغانستان چی بوده؟ نبود مؤثر پالیسی ها در قسمت تولیدات افغانستان، استخراج معادن، انکشاف زراعت و همچنان استفاده نامؤثر از آبهای افغانستان، که ما میخواهیم که در این قسمت یک کم توضیحات بدم که ای امروز میتونست که این مشکل را که امروز در بودجه خود ما روبرو شدیم، که بر دوست ما معلوم است ما در بودجه ملی خود دو بودجه داریم، یکی بودجه انکشافی است، یکی بودجه عملیاتی است، که خطرناکترینش بودجه عملیاتی ما میتونه باشه، که چرا این تمام معاشات کارمندای دولت شامل می باشه. و در این قسمت فرض مثال ما در افغانستان فعلا در حدود 1280 فابریکه وجود داره، از این جمله 800 فابریکه ازی فعال است، ولی در حدود 408 فابریکه دیگه ازی غیر فعال است، که در قسمت بطری سازی، مشروبات غیر الکلی و همچنان پلاستیک سازی یا کار میکنن. در اینجا میشد که حکومت در بخاطر که یک مملکت که نو در حالت رشد میباشه، ما کپیش در خود دبی دیدیم، اگر در سال 1960-1970 ببینین یک مملکت ریگستانی بود، ولی امروز شما میبینید که در حدود 380 بیلیون دلار تولید ناخالصش میرسه، و دبی به اندازه که ما منابع طبیعی داریم و موقعیت خوب جغرافیایی داریم، دبی نداره. فلهازا در اینجا میشد که مافیات از مالیات صورت میگرفت در حدود 3 سال الی 5 سال، و حتی مواد خامه که به خاطر تولیدات داخلی صورت میگرفت، این یک چیز مالی کم میگذاشتن. و در قسمت معادن ما شما که در حدود 3 تریلیون دلار پیش بینی شده از طرف بانک جهانی و دهها و صدها سال است که زیر زمین دفن است، چی سبب شده که پس از 13 سال هنوزم افغانستان متکی باشه به کمک خارجی ها و هنوز جیب افغانستان نیازمند این باشه که باید خارجی ها پول بپردازند تا ما معاش کارمند خود را داشته باشیم یا در بخش انکشاف کاری بکنیم اینا؟ ببینین، در این قسمت البته خود فساد اداری بزرگترین چالش در قسمت رشد و توسعه اقتصاد افغانستان به وجود آورده، و همچنان بر اساس دانشمندان اقتصاد که به نام وینوت و مو نام دارن، و اینا همیشه گفتن که خود فساد در یک مملکت در یک اقتصاد اثر بسیار زیاد منفی داره. و ما یک دایگرام را جور کردیم که ما او را به نام دایره شیطانی فساد اداری در اقتصاد افغانستان میدانم، که او چی سبب چی چیزا شده. این سبب کاهش سرمایه گذاری شده، افزایش بیکاری شده. امروز در حدود بیشتر از 50% در افغانستان ما بیکار داریم. کاهش سطح درآمد شده که بر دوست ما معلوم است در وزارت مالیه، و همچنان افزایش نابرابری در قسمت درآمد است، و کاهش درآمدهای مالیاتی است، و همچنان کاهش رشد و توسعه اقتصاد است، که خود از این یک سرطان است بر افغانستان، که باعث شده که امی کسر بودجه. و یکی از موضوعاتی که
در کنفرانس توکیو صحبت شد، در قسمت استحکام فسکال یا مالیات بود که باید از حکومت افغانستان باید از مالیات خود به او اندازه که باید از بدست می آورد نتوانست بدست بیاره و فساد اداری را باید از کمتر بسازه. و در بخش بسیار مهم من می خواهم که اشاره کنم در این قسمت که نبود پالیسی که ما تا فعلا در وزارت آب انرژی داریم و پروژه های برق که ای ارزیابی شده پیشتر از 15 پروژه شما ببینین، من میخوام ارقام اینجا اشاره کنم. در حدود امی 15 پروژه که من یادآوری کردم که بیشترین از این فرض مثال در بند بخش نگرهار است و کجکی است و همچنان آبهای پنشیر ما شماست و ای در حدود 7514 مگاوات برق تولید میکنه در حالی که افغانستان تمام مصرفش 1367 مگاوات است. پس به این معنا که افغانستان میتونه که 6147 مگاوات دیگه اضافه تولید کنه و در حدود سالانه 160 میلیون دلار ما پرداخت میکنیم به ممالک تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران به خاطر خریداری برق. و برعکس آبهای ما شما مفت به این ممالک میره و دوباره ما برق خریداری میکنیم. فلهازا یک گاهی بسیار بزرگ بر خود در تمامی رد پای ناتوانی دولت افغانستان است. آقای کبیری، عواید داخلی متکی است به مون عوایدی که از گمرکات در حال حاضر به دست می آید. در اینجا بازرس ویژه آمریکا میگه که فساد متاثر ساخته و نمیتونست بیشتر از این عواید به جیب دولت افغانستان بره و اینقدر کسر بودجه نداشته باشیم. چرا این گونه است؟ گزارش 200 چند صفحه‌ای بازرس که در اواخر نشر شده و زیاتر متوجه ادارات مربوط به حکومت آمریکا میشد تا جایی که من کم و بیش مطالعه کردم، اشارات صریح به روند کمک دهی و نحوه مصرف کمک ها از طرف ایالات متحده آمریکا به افغانستان داره. خب در اینجا مشخصا سیگار گفته که فساد اداری عواید گمرکی افغانستان را تاثیر قرار داده. گزارش است که حالا در 15 اپریل 2014 منتشر شده. بله، گزارش جدیدی که دیروز نشر شده زیادتر متوجه ایالات متحده آمریکا است تا دولت افغانستان. مشکل در گمرکات، در قسمت مدیریت گمرکات و ظرفیت جمع‌آوری عواید که دو منبع عایداتی ما داریم، در قسمت جمع‌آوری عواید که مالیات است که بر عایدات و دیگر موضوعات تعرفه‌های گمرکی است و عواید گمرکات است. آنچه که شما اشاره کردین که افغانستان با گذشته 10 سال یا 14 سال باز هم وابسته به کمک‌های اقتصادی دنیا است، من متوقع هستم که تا سال 2025 هم کما بیش ما به این شکل ادامه بدیم و باقی بمونه. ولی چرا آقای کبیری، چرا این گونه باشه؟ این کشور که همیشه محتاج خارجی‌ها باشه، مدیران کشور عملا زیر سوال است کارکردشان در این 13 سال که اینها مصروف چه کاری بودن که باید همیشه دست به جیب خارجی‌ها باشه. از 104 میلیارد که سیگار دا گزارش آخر خود اشاره کرده و او را مقایسه نابجا و درست با دلایلشم که میگم با پلان مارشال اروپا کرده، از 104 میلیارد در بودجه افغانستان از طریق سیستم‌های کشور ما فقط 4 میلیارد از این وارد شده. اگر با قایق و ارقام اعداد ما سر بزنیم ببینیم که این کمکات چه رقم مصرف شده، از طرف کیها مصرف شده، پی آر تی ها چی وظیفه داشتن، قراردادی های خارجی اینجا چیکار میکردن، اینجا ها مصروف چی بودن، اداره یو اس اید چیکارها میکرده و در مجموع مقایسه که اینا کردن 63 میلیارد از این پول ها بالای نیروهای امنیتی افغانستان به شمول پلیس و اردوی ملی مصرف شده که یک مقایسه کاملا نادرست است. گزارشی که اونا دادن موضوعات زیادتر متوجه ایالات متحده آمریکا میسازه. ما که همیشه انتقاد کردیم اما موافق هستیم با گزارش اخیری که سیگار نشر کرده به خاطر اینکه زیر سوال میبره نحوه کمک دهی در این مملکت. اما با وجود از او روند رشد و انکشاف اقتصادی در بسیاری کشورها یک مسیر درازمدت داره. یک شبه نمیشه همه چیزا تغییر بخوره، زود میخواییم و زیاد میخواییم. ولی بس یک شبه نیست، شما بیش از یک دهه نیداره کار کرده. من متوقع هستم که تا چندین دهه دیگه به اساس آمار و ارقام و چیزایی که در اقتصاد ما از او بیرون میشه تا چندین دهه دیگه اگر افغانستان همین گونه مقام اول را در فساد داشته باشه که بعد دهه های شما بعدی هم میتونه همین گونه رفتارش ادامه بده. در یک محتوای کلانتری که اینجا دارین با توریسم جنگ میکنین، در شرایطی که دارات شما نیم بند است، همین ظرفیت سازی که مثلا آقای قریشی حالا به نمونه های عملی اشاره کردن که کاری نشده، چی در بخش اون پروژه های زیربنایی، در بخش اینکه شما کار میکردین برای که لااقل در بخش برق دلایل داره. طبیعتا دلایلی که مثلا در قسمت کمک های در زیربناها مثلا چیزی که شاید
راجع نباشه زیادتر به بحث بودجه امروز، او است که ما شما یک کشور وابسته به کمک‌های بین‌المللی هستیم. دلایلش واضح است که کشور جنگ زده هستیم، منابع ما طال استخراج نشده، دلایل متفاوت دیگه به خاطر دریافت از این کمک‌ها وجود داره. دونرها، کشورهای سرمایه‌گذار در قسمت زیربناها، پروژه‌های درازمدت به دلایل سیاسی اینا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. آبها موضوعات سیاسی بین کشورها است، پروژه زیربنایی وقتگیر هستند، امنیت بالا میخواهند، بودجه وافر میخواهند، اونا شرایط خود به خاطر کمک دیگه دارند. شما خود به یاد دارین وزارتخانه هایی است که بودجه های توسعه ایشان را در سال نمیتونن مصرف بکنن، بودجه هایی است که شما بودجه های انتقالی دارین که از سال های گذشته نتونستن وزارتخانه ها یک پل اعمار بکنن. ولی این گونه سال خارجی ها را بسش به جای خودش که چه کار کردن چه نکردن، ولی این مدیران هم هیچ کاری نتونستن بر افغانستان بکنن، پول در جیبشان ماند، خب نتونستن بودجه مطالعات مستقلی که در قسمت عدم مصرف بودجه در وزارت‌های مختلف وجود داره، ما که در وزارت مالیه بودجه دادیم دیگه، بعدا متوجه اونا میشه که چرا مصرف نکردن. اما با وجود مطالعات مستقلی که دولت افغانستان نه بلکه ادارات بیرونی مطالعه کردن، دلیل عمده از اون که 60% مشکل است، مشکلات امنیتی میدارن. پروژه درازمدت مثلا سرک القوی افغانستان شما ببینید امروز با چالش امنیتی مواجه است، پول وجود داره، بودجه وجود داره، قراردادی نمیتونه اونجا کار کنه. دلایل متفاوت دست به دست هم داده و دلایل سیاسی، دلایل امنیتی در اکثر موارد که باعث عدم مصرف بودجه میشه. اما مصرف بودجه ما سال به سال به مراتب بهتر شده. اگر فیصدی را از سال 2002 به این طرف شما ببینین، ما تونستیم 80% بودجه را در بسیاری موارد مصرف کنیم. اما سال به سال هنوز هم ادارات دارن که 50% بودجه بعضی ادارات مشکل دارن، مصرف نمیکنن. مشکل ظرفیت است، ظرفیتایی که بیرونی ها با پول گزاف استفاده کردن بردن به طرف خود. کاهش ظرفیت باعث عدم تدوین و جور کردن و طرح و تطبیق پروژه میشه. آقای قریشی، شما موافق هستین که یک مقایسه نابجا سیگار کرده در مورد این گزارش که منتشر کرده که پولی را که آمریکا بر افغانستان کمک کرده بیش از پولی است که بر اون طرح مارشال در کشورهای اروپای غربی کمک کرده بود؟ والا آقای کبیری میگن که تنها 4 میلیارد به اون چرخه رسمی اقتصاد افغانستان وارد شده از پول‌های آمریکا. خب این گزینه را که سیگار به نشر رسانده، البته تمام پول در قسمت زیربناهای اقتصادی افغانستان به مصرف نرسیده، به خاطر که یک بخش بزرگ فیصدی ازی در قسمت اردوی ملی و پلیس ای به مصرف رسیده و حتی ای مصرف خود نظامیان امریکایی هم در شامل است. ولی سوال پس برمیگرده در قسمت خود کسر بودجه که دوست ما هم در قسمت اشاره کرد. چرا ما صحبت هایی را که قبلا داشتم باز هم تاکید میکنم که اگر بالای این موارد کار میشد، اقلا اگر ما نمیتونستیم که 100% ما بودجه خود تمویل کنیم و همچنان کسر بودجه داشته باشیم، ولی حداقل ما میتونستیم که امسال فعلا در حدود 30% ما شما از لحاظ اقتصاد برنامه بریک ایون میگیم که نه فایده و نه نقص، در حالت می بودیم که اقلا امی بایسیکل را که 13 سال جامعه جهانی گرفته بود و ما را میخواست که تنها نگذاره و حالا میخواهد که میگه شما باید از خودتان این بایسیکل را بدوانین، یعنی ما به این مشکلات مواجه نمیشیدیم. و ما به این باور هستم که از لحاظ اقتصادی که از رشد صنعت این است که تشویق سرمایه گذارهای خارجی که این خودش در اقتصاد کشور هم یک رشد خوب می داشته باشه و همچنان تولید مملکت هم بلند میبره و خود امی متخصصینی که دوست ما اشاره کرد که افغانستان از لحاظ منابع بشری به او سطح نبود، اینا میتونستن که کارمندای داخلی را رشد بدن و همچنان هر قدر که کشور ما با اقتصاد خارجی نزدیکتر شود به مو اندازه میتوند که تولیدات افغانستان ای بیشتر شود. و همچنان ببینین ای نقاط را که من اشاره میکنم همش دوباره ربط میگیره به اقتصاد بزرگ ما شما که ای یک رول بسیار عمده را بازی میکنه. 80% مردم افغانستان، آقای کبیری میگن بیشتر متوجه ضعف در کار خارجی ها در افغانستان از پولایی را که مصرف رساندن مؤسسات خارجی، نهادهای بین المللی، اینها در افغانستان، نه دولت افغانستان. شما موافق هستین؟ خب اینطور است که ما قبلا هم اشاره کردم، ما نباید است که تنها برف با مخور بالای دیگرها پرتیم. در این قسمت باید است ما هم در قسمت هایی که ما اشاره کردم باید است در این قسمت کار میکردیم و حتی ما میتونستیم که امروز بهترین یک مملکت زراعتی باشیم که از اواید ازی بر افغانستان یک بودجه بسیار بزرگ به بار می آورد. و حتی امروز شما ببینید که بیشترین فرض مثال سبزیجات ما شما، میوه‌جات ما شما، این دوباره
دوباره به ممالک همسایه میره و دوباره پس بالای ما به فروش میرسه. یا فرض مثال ما شما در حدود 70 الی 71 میلیون دلار آمریکایی را ما مثلا مرغ و گوشت گاو یا از ممالک خارجی خریداری میکنیم که این خودش یک مملکت مصرفی را نشان میده، بلکه نه یک مملکتی که خودش از خود تولید داشته باشه. خب تقصیرش به کی برمیگرده؟ خب این واضح نشان میده که در این قسمت ما قبلا اشاره کردم که پالیسی های حمایوی تشویقی به خاطر تاجران ملی قریشی، حالا حکومت افغانستان اون طوری که شما گفتین برف بامش را بالای برف بام خارجی ها میندازه، خارجی ها هم میگن که خب دولت افغانستان کارایی نداشته، فساد به اوجش رسیده و از این. حالا در این میان تقصیر اصلی به کی برمیگرده و چرا کار نشده در این 13 سال؟ خب به ارتباط سوال شما، من تا یک اندازه امرای دوستم هم موافق هستم که این نه تنها تقصیر حکومت افغانستان است، بلکه در این قسمت در قسمت فساد اداری یک بخشش خارجا هم شریک بودن، چرا که تمام زیادتر پروژه هایی که به افغانستان داده شده یا کانترکت هایی که داده شده از طرف خارجی ها به افغانستان تمویل شده داده شده. ولی باز هم پس دوباره میگم که ما نباید که برف بام خود را بالای خارجی ها بندازیم. آقای کبیری، حالا نباید برف بام خود را به بام دیگران بندازین؟ متاسفانه که برفی که آخر سیگار انداخته بالای خود امریکایی انداخته، به کانگرس امریکا راپور نشته کرده، از اونها خان اطلاعات شده، وزارت دفاع امریکا را زیر سوال برده، اداره یوسید زیر سوال برده. 4 میلیاردی که به ما در وزارت مالیه از سال 2012 به طرف هر سال به 1% معینش به ایالات متحده امریکا داده، ما عدد ارقامش معلوم است که به کجا چه کرده. بس 4 سال نیست، بس 13 سال گذشته. طبیعتاً 100 میلیارد اینا، 100 میلیارد ارقامش به کجا است؟ ما با گزارش سیگار 100% با گزارش آخرش ما موافق هستیم. اینا باید پرسان شود. ادارات موازیر از چندین سال بس داشتن که ما پاسخگو باشه. آقای کبیری، پاسخگو در کل ادارات بین المللی به ملت افغانستان نیستند. اونا تابع شرایط قوانین خود هستند. حساب دین از اونا به کنگره و پارلمان و کشور خودشون هستند که در افغانستان چیکار کردند. ما در آنچه که در اختیار خود داریم افغانستان را زیر سوال میبرند که فساد عمده در ادارات افغانستان است. خب ملاحظات سیاسی هم دارن، اما بعض وقتا ادارات خودم زیر سوال میبرن. امروز سیگار از اونا پرسان کرده که چی کردن. حالا در مورد وزارت مالیه میگن که در گمرکات فساد به اوجش رسیده. یعنی نه تنها سیگار، که ادارات مبارزه با فساد در درون افغانستان هم چنین. اما ما تونستیم امو فیصدیایی را، امو تارگتا یا اهداف را که دنیا بر ما دادن، امو دنیایی که سوال میکنن، سیستم بودجه ما را گفتن یکی از بهترین‌ها در آسیا است. سیستم جمع‌آوری عاید ما را خوبتر گزارش دادن. IMF با ما همکار است و در این قسمت ما با سازمان جهانی پول کار میکنیم. اهداف را که بر ما تعیین کردن در قسمت جمع‌آوری عاید را به دست آوردیم، اما با وجود از اون میگن که موضوعات وجود داره، اما ما میپذیریم. مشکلات وجود داره، در سراسر نظام افغانستان مشکلات ظرفیتی وجود داره. اما آنچه که راجع به اقتصاد افغانستان تشویق سرمایه گذاری به تایید دوست ما اینجا اشاره کردن، ایشان با سکتور بانکی کار میکنن. ببینید اگر ما تشویق سرمایه گذاری یا موضوعات خارجی ها و سرمایه گذاری از اون درجه مورد بس قرار میتیم، ببینید در سکتور بانکی ما چی کار کرده تونستیم. شرایط بسیار خوبه بر بانک های خصوصی در افغانستان مساعد بوده. شما چرا نمیتونید که سرمایه گذاری ها را مثلا تشویق کنین؟ چرا امروز نمیتونه مردم از افغانستان از بانک ها قرض بگیره؟ بانک های کامرشال افغانستان امروز با یک اجنت سرمایه گذاری به دبی تبدیل شده. اون بس کابل بانک است که بس مشهور است. ما بانک های خصوصی را اگر ظرفیت می داشتن مردم قرض می دادن. حکومت و مقامات حکومتی در قسمت مثلا بانک، هدف از بانک سرمایه گذاری است. وقتی پولای از اینا راکت پیشان مانده و اینا جرأت قرض دهی به سرمایه گذارا نمی کنند، پس مشکلات وجود داره. که مشکلات که ما از اینا با هم نوا هست، مشکلات امنیتی است، خیلی کوتاه، مشکلات قضایی است و مشکلات امنیت سرمایه است. خیلی کوتاه بفرمایید. به پاسخ دوستم می خواهم که یادآوری کنم که امین حالا در حدود 800 میلیون دلار مجموعی در سکتور بانکداری ما سرمایه گذاری کردیم. بس کابل بانک بالا قزرفنگ با بانک به شرکت پترولیم خود مثلا قضای داخل شیر هولدرز است که اکثرا بیرون از او دوریه نیست. مثلا سهامدارای کابل بانک خودشان از بانک خود قرض گرفته بود. ببینین پس دوباره برمیگردیم در قسمت فساد اداری. ببینین فعلا انوزه سکتور بانکداری ما به او شکل که باید است پخته شو انوزه پخته نشده، و همچنان وقتی که ما در مقابل هر قرضی که بر مشتری های خود میتیم و از اونا ما یک بهی جایزی و جایداد از اونا را میگیریم، وقتی که یک مشتری را 100% ما تضمین کرده نمیتونیم که آیا پول خود پرداخت کرده میتونه تا وقتی که قرضه پوره میشه. وقتی که ما میریم به ادارات دولتی از قبیل دوائر دولت از قضایی نظر به قانون رهن اموال، نظر به ماده 38 قانون بانکداری و جایداد از رو ما به فروش میرسونیم، ما بسیار با مشکلات مواجه میشیم. از او خاطر بانک ها زیاد نگران هستند وقتی که پول میخواین سرمایه گذاری کنن، با مو یک احتیاط و به شکل محتاطانه او را سرمایه گذاری کنن. سپاسگزارم.
نظیر کبیری مشاور وزیر مالیه و سیر قریشی رئیس غضنفر بانک، ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. در تازه ترین نوار صوتی افشا شده از بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، وی ساعات پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 در سخنانی در استرالیا از شانس از دست رفتش برای کشتن اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده سخن گفته است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در یک نشست تجاری در ملبورن استرالیا، زمانی که موضوع به بحث درباره تروریسم کشیده شده، گفته اسامه بن لادن مرد باهوش است. من مدت هاست درباره اش فکر می کنم. حتی یک بار نزدیک بود او را دستگیر کنم. کلینتون در این نوار صوتی که توسط مایکل کروگر رهبر پیشین حزب لیبرال ضبط شده گفته است، نزدیک بود او را به چنگ بیاورم. می توانستم او را هدف قرار دهم، اما باید قندهار افغانستان را با خاک یکسان می کردم و 300 زن و کودک بیگناه را می کشتم. بنابراین این کار را انجام ندادم. چند ساعت پس از سخنرانی کلینتون در این نشست، هواپیمای بوینگ 767 را بوده شده و به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک و دومین هواپیما 18 دقیقه بعد به برج جنوبی برخورد کرد. سخنان ضبط شده کلینتون در سال 2001 به یک حمله طرح شده در دسامبر 1998 مربوط می شود. حمله ای که پس از تعیین محل اقامت بن لادن در قندهار افغانستان توسط آژانس های اطلاعاتی آمریکا صورت گرفت. بر اساس این گزارش، شانس از دست رفته کلینتون در کشتن بن لادن باعث خشم تعدادی از مقام های دونپایه ایالات متحده شد، اما اطلاعات بعدی نشان داد که بن لادن موازی و مقرهای خود را در قندهار ترک گفته بود. مقام های آمریکایی بار دیگر در مه سال 1999 حمله موشکی علیه بن لادن را مد نظر قرار دادند، اما همانند چند ماه پیش از تصمیم خود منصرف شدند و علت آن هم گزارش های متنوع اطلاعاتی بود. اما سرانجام بن لادن در نتیجه حمله نیروهای ویژه آمریکا در ابتاباد پاکستان در سال 2011 میلادی کشته شد.